کشتنمه کشتم. چو ایران نباشد تن من مباد، بگین بوم و بر زنده یک تن مباد. سرزمین آریایی، ایلانی، شناسنامه و هویت هزاران ساله ماست. تلاش دارن میکنن مردم تا وطنی داشته باشند، میهنی داشته باشند، خانه‌ای داشته باشند و وقتی که دارن محکم بهش میچسبند و ازش نگهداری میکنند. ما تعارف نداریم. در چند برنامه است که تعارف رو با شما گذاشتم کنار و بس است. هرچه هندوانه زیر بغل خودمون دادیم، اون هندوانه ها رو الان بایستی بشکنیم، قاشقاش کنیم و سرخیش سرخی خون مردم سرزمین ما باشه تا بتونیم نجاتش بدیم، چون واقعا رفت وطن. هنوز که هنوز رفته و داریم همش گول میخوریم، صبح تا شب داریم گول میخوریم. هر کس که پارسی سخن بگوید یا شناسنامه ایرانی نیز داشته باشد با شناسنامه های دیگری که دارد، ما نبایستی بپنداریم که دوستدار ماست و اگر تریبونی دارد میآید سخنی میگوید دوستدار ماست. امروز که هر کسی هم تریبون مجانی میتونه داشته باشه، امروز هر کسی با آسانی و راحتی میتونه بلندگو، تریبون، تلویزیون، رادیو مجانی داشته باشه با این امکانات نوین. پیگه اون موقع گذشت که یک رادیو بود، یک تلویزیون بود، یک چه بود، همیتون داشته باشه. برای این قضیه بحث کنم. دو تا چشمون قشنگه نونه کرده، تب تو موهای سیاهت خونه کرده، دو تا چشمون سیاهه مثل شبهای منه. در سه مورد باتون صحبت کنم. یکی این که گفتگوی خواهیم داشت با استاد اکبر گلپایگانی، هنجر طلایی. من اینو بهتون میگم، اول برنامه میخوام دو تا سه تا سند بهتون نشون بدم. بارها براتون رو پخش کردیم این سخنان رو، ما قبلا میگفتیم سندش الان در مورد سند میذاریم که نیکسون رو محمد رضا شاه تقویت میکنه از سال 1332، وقتی که اون جنبش اون شلوغ بازی دانشجو پیش میاد که میرن تظاهرات میکنن، تمام تظاهراتی که میشد اون میشه، یک کسی پشت سرش پول میده که میشه علکی نمیشه، ریتون داره اون هجده اون آذر و اینا کشته میشن یک دو سه تا بچه ها. نیکسون آدم محمد رضا شاه، نیکسون رو شاه تقویت میکنه تا رئیس جمهورش میکنه در امریکا. وقتی که رئیس جمهور میشه، خط نیکسون اینه که ایران در منطقه بشه قدرت اول و این کارو میکنه، اما خیلی زود سرنگونش میکنن چون با این تئوری، با این نظریه انگلستان مخالفه. انگلستان ایرانی ها رو سرکش میدونه. چرا؟ چون تجربه کرده سالها و قرنها. و اصلا مهمتر همین حرفای محمد رضا شاه، شما گوش کنید، از اینا خیلی زیاده تلویزیون پارس پخش میکنه، شما ندیدین نشنیدین، برید ببینید، بشنوید یا برید روی سایت mehtv.com. ما دو ساعت از این مصاحبه رو براتون گذاشتیم ببینید، تا هر که علیه محمد رضا شاه حرف میزنه شما اینکه بزنید تو گوشش با اینا. Who feel that your regime is undemocratic, how do you respond to that? Well, I respond to that by saying that your regime are not more democratic than ours, because in the name of democracy you make things that we are horrified about. There is no equality between people, there is more difference of standard of living and wealth between your people than our people. Is that so? Just look how many billionaires you have and how many poor people you have. Here, the wealth of the country, at least we are subsidizing 5 items of food, all the education is free, throughout the university we are even paying pocket money to the students. Well, let me put it to you that Mr. Callahan doesn't work in an office like yours. How do you respond to that? Mr. Callahan is the Prime Minister. I'm the King of Kings of a country which has 2,500 years of monarchy. But this cannot be also compared to Buckingham Palace. The price of Buckingham Palace is 100 times more than the price of this one. In the old days, you, British, and others who had influence here, you could change the prime ministers as you wished.
Are you sorry for that time that you have lost? Do you want the same thing? To manipulate our internal affairs? We won't hit you. As you know, I have been across the Gulf that you call Persian and they call Arabian. Why do you call it called Gulf? You have been to school, haven't you? Yes. What was the name that you have read during your school days? Persian Gulf. All right. چی میگه به استعمار؟ چجوری برخورد میکنه با یک خبرنگار بی بی سی یا یک خبرنگار انگلیسی که استعمارگرانه و چجوری داره با شاه ما صحبت؟ میبینید اینجا شاه چقدر رشیدانه سرفرازانه صحبت میکنه. تا الان شما هیچ کسی پیدا نمیکنید که در برابر انگلیس چنین با دانش با خرد با بلوان یک اقتصاددان شاه ایران اینجور بیاد حرف بزن. خب اینا انگلیسی ها میدونن ولی میبینه از بر عرب ها نوکر اینان هر چی بگن میکنن هر کار بگن آقا پولتو بده میده اونو بده میده اون. خب نیکسون که با شاه برتر از اونی که بایستی برخورد میکنه و به شاه امکان و قدرت رو میده که در منطقه ابرقدرت بشه و رو به ابرقدرت شدن جهانی بره و اگر شاه هم میاد در بزرگ تمدن بزرگ رو صحبت میکنه چون مطمئنه که یه رئیس جمهور اونجا ساخته هواشو داره. این هم سنده که با این نظریه انگلیس مخالفه. انگلیس مخالف. ریچارد نیکسون رئیس جمهوری پیشین آمریکا و دوست قدیمی شاه برای دیدن او به مکزیک میاد. نیکسون در بعد ورودش به خبرنگارها اعلام میکنه هدفش از این سفر حمایت از دوست و متحد سابقش شاه ایرانه. شروع دوستی شاه و نیکسون به بیش از 25 سال پیش برمیگرده. خرداد ماه سال 1351 نیکسون که به تازگی دومین دوره ریاست جمهوری خودش رو شروع کرده بود به ایران سفر کرد تا برای پیشبرد سیاست خارجی جدیدش مشهور به دکترین نیکسون از شاه ایران کمک بخواد. این درخواست کمک نیکسون همون چیزی بود که شاه سالها منتظر شنیدنش از رؤسای جمهوری آمریکا بود. بر اساس دکترین نیکسون ایالات متحده به کشورهای همپیمانش کمک‌های لازم رو ارائه می‌کرد تا بدون نیاز به آمریکا قادر به دفاع از خودشون باشن و در مقابل منافع مشترکشون با ایالات متحده رو تأمین کنن. شاه هم که تلاش می‌کرد ایران رو به قدرت برتر نظامی منطقه تبدیل کنه، نیکسون و دکترینش رو بهترین فرصت برای تحقق اهداف خودش میدید. اون زمان بریتانیا که بعد از سالها تسلط بر خلیج فارس تصمیم گرفته بود منطقه رو برای همیشه ترک کنه، از خلأ قدرت بعد از خروجش به شدت نگران بود. انگلیسی ها تلاش های شاه برای تبدیل ایران به قدرت برتر خاورمیانه رو تهدیدی برای منافعشون در کشورهای خلیج فارس میدونستن و بر حضور قدرتمند عربستان سعودی به منظور ایجاد توازن قدرت در برابر ایران اصرار داشتند. بدبینی بریتانیا به شاه ایران رو میشه در گزارشی که سفیر این کشور در عربستان در سال 1968 و همزمان با دیدار شاه و ملک فیصل تهیه کرده به خوبی دید. این گزارش پادشاه عربستان رو یک محافظه‌کار واقعی و رهبری محتاط معرفی می‌کنه، اما در مقابل شاه رو به تمسخر فرزند یک نظامی بی‌سواد می‌دونه که برای کشورش اهدافی بلند پروازانه داره. ارزیابی انگلیسی‌ها از شخصیت شاه دولت آمریکا رو تا پیش از نیکسون با سیاست توازن قدرت بریتانیا در منطقه همراه کرد. وقتی انگلیس با این نظریه مخالفه و دلش می‌خواد که عربستان سعودی رو ببره بالا، باید چیکار کنه؟ باید سرمایه‌گذاری کنه، باید پروژه بنویسه، برنامه بنویسه، بتونه کارش انجام بده. خب تو این پروژه برنامه که میخواد بنویسه، به این کاری که میکنه چیه؟ باید اون پشتیبان و کوهی که پشت سر شاه امریکاست، امریکا باید نابود کنه. اونجا چیکار میکنن؟ میان این جریان واترگیت رو میسازن. خیلی صد برابر اون بدتر رئیس جمهور دیگه بعدی آمریکا داشتن، از جمله ترامپ. صد برابر اون واترگیت مشکل داشت، ولی دیدین تا آخرش وایستاد. اما واترگیت رو میافرینن، فقط یک شنود میگن شده، بر اساس همون یک شنودی که میگن شده نیکسون رو برش میدارن.
نیکسون که میره زمینه سقوط شاه فراهم میشه. زمینه سقوط شاه رو قبلا پل اردمن در کتاب سقوط 57 کراش 79 نوشته و این رو فروخته به عربستان سعودی. پولش پروژه رو یارو بانکدار ورشکسته نوشته که تو سوئیس بوده، همین پل اردمن، به عربستان سعودی فروخته، پولش گرفته. انگلستان اومده پشتش با اتحاد جماهیر شوروی تا این رو عملی کنن، شاه رو ساقط کنن. کامل این مصاحبه یک ساعته، ببینیدش. ولی در اینجا در این یک دقیقه ایشون تأکید می‌کنه که پول انقلاب ایران رو وزالی بیان. سیاوش عبسته کوچیک من در از پاریس و با آقای روبر بایر مدیر پیشین سازمان سیا گفتگو می‌کنه. موسیقی روبر بایر بونجور. اینجا تأیید می‌کنه آقای روبر بایر که پول انقلاب ایران رو عربستان سعودی داد. عربی سعودی ان کاشت ایل فه بوکو دو شوز ان دیزه که لارجان سعودیان اوز اتازونی آجوه اون رول اسه امپورتان دان شوت دو شا دیران. همه اراذل و اوباش احمق هایی که یک عده مزدور در رأس مثل الان بقیه مقلد رفتن ریختن بلوان کمونیست، چپ، مارکسیست، مارکسیست اسلامی، آخوند، کنفدراسیون، اینا علیه شاه شعار دادن، اونا همه تو این بازی بودن و از این سرمایه‌ای که عربستان سعودی میگذاشت بهره بردن. آره اینجوری بود که اینها پل اردمن کتاب سقوط 57 که نوشت 79 این عملی شد. ولی یادتون نره پیش از اون آقای جورج اورال این کتاب نوشته بود به نام 84، این سرزمینی که امروز بشر داره پیدا کرده رو کره زمین هر جا که از در روی زندگی میکنه جهان نو رو، جورج اورال اون موقع همه رو گفته بود که آقا هر جا بیری بارادار بزرگ موازی بته. حالا من اینجا یه راز دیگه رو کوتاه بشار میگم. اندیشمندان و خردمندان و تینگ تانگ های جهان آینده رو که میبینن دو حالت داره، یا تو خواب میبینن، خواب دیدن، تو خواب میبینن، خواب دیدن بهشان انگاری وحی میشه اینا میان میگن، یا هم ای که یادتون نره یک تیمایی همیشه بوده 6000 سالی که یک تیمهایی، یک انسانهایی برنامه ریزی شده کار کرده میکنن، با بیزنس پلان کار میکنن. این پلان ها اعضایی هم دارن اینا، عضویم جایی میریم. مثلا من خودم از سالها پیش میدونستم که بارها به شما اشاره کرده بودم که بشر تعدادش زیاد شده به کره زمین، زمین کثیف شده زیاد، باید بره. تلفن رایانه دیجیتال اومده، باید هم بتونن استفاده کنن. الان تو نتونه استفاده کنی که به درد نمیخوری که. یارو از نمیدونه واتساپ چی بگه، آقا واتساپ کنترله، گفته فلان میخواد تو فیسبوک. خب همه اینا همه مزه همه قربونه، تو میشه عمله مفت و مجانی او رقیب واتساپ، او رقیب گوگل، او رقیب همه اینا یکیه، هر لیست که تو داره اونم داره، فرقی نداره، سیستم یکیه. ولی هر از چندی باید نوش کنن جاش چیز جدیگه بیارن خودشون هم تبلیغ. من الان کار ندارم، بنده کسی هم که از روزهای نخست با این تکنولوژی آشنا بودم، همه تون میدونید، چه از فاکسش گرفته چه از اینترنت. اینترنت وقتی که ما داشتیم آریا 7000 رو انداختیم، هیچ رئیس جمهوری تو دنیا که برسه ایران سایت اینترنتی نداشت. به خیلی ها من یاد دیدم بارها، یه بارم اومدن علیه ما، آقا این راز و رمز همه اینترنت های همه رو داره پلان. خب ما هم خیلی تو وقتی که تینک تانک های بشریت
که هزاران سال تشکیلاتی کار کرده میکنن، این تیم تانک ها میدونن که آقا الان که امروز یه چیزی کشف شده برای استفاده عموم ممنوع، 50 سال دیگه میشه برای استفاده عموم آزاد، وقتی آزاد شد این میشه این میشه این میشه، اینجوری بشر کنترل میشه. این همه برنامه‌ریزی شده است. همین همه الان مثلا ایلون ماسک گفته آقا ما میخوایم بریم اونجا کره ماه زندگی کنیم. بله، یه بار یه جور میشه که یک سونامی چیزی میاد، نصف کره زمین میره. نصف کره زمینی که میره، اونایی که پول دارن، سرمایه دارن، میلیارد میلیارد میتونن بدن، بهش چی میخرن میرن کره ماه زندگی میکنن. فیلماش هم اینا ساختن. هر کاری که شما میگین تکنولوژی بشر بوده، فیلمش نوشته. حالا روی آوردن بردن نظام ها و رژیم هم همینه، نوشتن و بردن میبرن. الان هم اینا وقتی که ببینن با این مشتبه خامنه‌ای پسر میره، میتونن منافع خودشون رو باز دوباره بیشتر از این چه حتی حالا بوده تایم کرد. خب میکنن یه بچه میذارن به جایی که یک کسی رو بذارن که شاهزاده است، پدرش شاه بوده، پدرش ایران رو به کجا رسونده، ایران رو چه کرده، برادر هر چی باشه شاهزاده است، با بزرگا از بچگیش بوده، خلبان چت باز چه یکی دنیا رو میشه سیانه چی یارو که میترسه دست بده بایدی. همین کسی صداشو نشنیده حرف زدن، نمیدونی چی فکر میکنه ایران برای چه معنی داره. ایران برای اون فاطمه زهرا است؟ فاطمه زهرا این وخیره ببین ایران ایه مشتبه، تو ایران دینه فکر میکنی ننه بزرگت فاطمه، اعراب فکر میکنی که اعراب که اومدی تا ابتان که همه سیاه داری، البته که اومدیم پدر برای 14 قرن در بودیم تا همین الان از اون موقع تا داعش. اینم ببینید این فیلمو. یره خوابی یره خولی وخی یره جان، وخی یره جان، وخی بابا جان، وخی برار جان، آمدن عربا از توی صحرا آمدن، زدن و خراب کردن و بردن همه چیزه ما و دنیا. یره جان دنیای تو ایرون بود، ویرونش کردن. یره جان عربه آقات شد، تو غلامش. یره جان تو رخت خوابت یره جان، تو تویله یره جان، یادت خالد ابن ولید که آمد همین کاری که باید. یره جان عربه آقات شد، زن تو سوار شد، جوب خون ازت را انداخت. یادته یره جان همه چیزات بردن. یره جان همه چیزات بردن. یره جان خنت بردن. یره جان خار مادرت بردن. یره جان تازه خونسشم گرفتن، هنوزم میگیرن. یره جان آمدن و زدن و کشتن و بردن. یره جان دخترت بردن. یره جان کلیزشان کردن. یره جان پسرت بردن، غلامشان کردن. یره جان خوابی هنوز، خماری هنوز، خولی هنوز. یره جان خمسشم میدی؟ یره جان تازه اونجا هم مبرنت. یره جان اونجا هم
قاپنت یره جان حجر مگم به چه خوردوها رو یره جان او عربا کجا مبرم یره جان نیت نمیبینی که به دوتا نوجوان ایرانی توی عربستان تجاوز کنن تو باز التماسشو کنی که اجازه بهت بدن حاجی بفرستی تا پول گیرت بیاد وقتی لغانه محترم یه مست انگلیسی به ناموست بی‌حرمتی کنه تو با بنز تشریفات بیای دلجویی به خاطر منافع ملی اگه راست میگیم جلو قارت داخلی ها رو بگیریم والا نیازی به کانسلیسی خارجی ها نیست به خوران دارید دروغ بگیم یادش بخیر غیرتی بود یادش بخیر حرمتی بود مردی بود مردونگی بود یره جان خیلی خماری یره جان جا رو کشا بلند شن دی نصرها بلند شن جونم تویی، عمرم تویی، ایرونی تویی وقت جونمو، وقت عمرمو خونت خرابه، یره جان زیرت پرابه یره جان سیل آمده سیل بلندی آمده همه چیزو برده یره جان هیچی نمونده یره جان غیر تو سردار پاشو ای زن سالار پاشو امیر و دریا پاشو همه چیز بردن یره جان یک یره دیگر میخوان بذارن جای یره یره جان وقتی از جد یره جان الان دیگه وقتشه که از جد وقتی نامرده رو نالهی می شکنم دشت سپاری مثل همین الان شما خیلیاتون نمیدونید که اکثر خوراک فکری شما از عربستان سعودی میاد ولی پسر عمت پسر خالت اینا رو میفرسته او پسر عمت پسر خالت زیر پوشش امنیتی یک نفره از یکی از این اپوزیسیون های قلابی یکی از این ارگان های خود رژیم چون اینا تو ایران خیلی قوی هستن حالا اینها عربستان سعودی که میخواست این پروژه رو عملی کنه پول که از خارج نمیتونست به حساب تو خارج که تو هستی خب پول بهت میدن
نمیفهمم که از کجا اومده. ولی تو خود داخل ایران هم همینطور شد که محمد رضا شاه رو کاری کردن همون نزدیکانش که با استعمار ساخت و ساز داشتن که بعد در ساختن نظام بعدی هم اونا نقش داشتن. افراد چند تاشون هم زندن الان. اینا کاری کردن که شاه بیاد بگه من صدای انقلاب شما رو حتی شنیدم، که بعد تا آخر عمرش میگفت که این بزرگترین اشتباه من بود که حتی نذاشتن بخونه قبلش. اینقدر دست با چش کردن اطرافیان. حالا خودش قصه ای داره، خودش قصه ای داره. در داخل ایران آدم ها رو چجوری خریدن؟ مثل همین الان که دارن میخرن، همین الان دارن میخرن تو داخل ایران از پول حج. حج در سال میلیاردها دلار هزینه شه و تو مثلا تو خود ایران اگه $1,000 میدی برای که بری حج، از این $1,000 700 تاش میره تو جیب عربستان سعودی، 300 تاش مال کمپانی خارج داخلی و غیره است. خب از 700 دلار نفری $100 $200 شد عربستان سعودی تو خود ایران خرج بکنه، کی میفهمیش که نمیفهمه. همچنان که وقتی حسین ارشاد رو ساخت ساواک نفهمید. آقای پرویز ثابتی تو کتابش نوشته که ما مونده بودیم که اینا چند میلیون دلار از کجا آوردن حسین ارشاد ساختن. از پول حج، بروان حج که رفتن اون آژانس های اونا میاد به عنوان حاجی بازاری. مهدیه کافی رو تو جنوب ساختن. یه صد بار گفتم، هر روز میگم، تکرار میکنم تا شعورا بره بالا. بالا و پایین شهر مذهبی کردن، انقلاب را انداختن. حوزه های علمی هم، حوزه های علمی شیعه تماما، میدونید که حوزه علمی اینم یادتون نره عزیزان من، بارها گفتم بازم میگم، شما وظیفتونه که اینا رو هر روز بگید. محمد پیامبر اسلام یونیفرمی نداشت، لباس ویژه ای نداشت. لباس محمد میگن این لباس محمد پوشیده، نه محمد لباس ویژه ای نداشت. چند صد سال بعد از محمد در زمان عباسیان هارون الرشید خلیفه است. هارون الرشید یه قاضی القضات داره به نام ابو یوسف. من 40 سال پیش تو کتابام نوشتم، منم دوباره بهتون میگم، ده بارم گفتم یاد بگیرید. ابو یوسف میاد میگه آقا برای که فرقی باشه بین علما و عوام الناس، تو خیابون میرن فلان احترام عزت علما رو داشته باشن، ما یه لباس مخصوص میذاریم برای این لباس. همین لباده و اینا رو وضع میکنه و همین دستاری که تو صحرا اینا میپوشیدن، تو صحرای دستار رو میپوشیدن، ولی ما لباس عربی است. لباس عربی رو مد میکنه تو جامعه ایران که همه لباس ایرانی میپوشن برای که علما عرب گونه باشن. لباسشون عربی، لباس پیغمبر نیست، لباس عرب است. ابو یوسف، بعد از ابو یوسف ما میایم جریان امام زمان، اینا از کمی دروغه و رفته مولا کاری نداره، میسین زمان صفویه. زمان صفویه شیعه رو میسازه، روایت و حدیث جعل میکنه، بهارالانوار رو مینویسن، هزاران هزار روایت و حدیث و اینا در میارن، یه دکون رو میکنن. بعد اونجا تازه به آخونده که اینا رو رهبری میکنه، سرپرستی میکنه، مجلسی ها برادرایی هستن، به اینا نمیگن که واژه‌ای که الان میگن، ملا محمد باقر مجلسی، ملا سیارو میگن، این چرف دیگه نمیذارن. و تا میرسه به زمان قاجاریه، زمان قاجار که زیاد هم دور نیست، بعدش رضا شاه میاد، به آخونده میگن حاجی فلانی، حاجی فلاجی، حاج میرزا رضای شیرازی، میرزای فلان، میرزای حاجی و میرزا، تموم شده. انقلاب مشروطه که انگلیس ها در ایران میسازن که میخوان یه حالت مدرنیته بدن به جامعه و استعمار بهتر نگه دارن بیشتر، در اونجا اینها میان پنج تا آخوندی رو که من در کتاب دینداری و خردگرایی اینو نوشتم 30 سال، الان در کتاب من با خدا رقصیدم، الان کتاب من با خدا رقصیدم که بخونید، حدود 10 تا از کتاب مجموع کتابای کوچیک من قدیم رو توش دارید یک جا. اونجا نوشتم که این پنج تا آخوند رو روزنامه‌های انگلیسی که توی ایران هستن میان شروع کردن لقب آیت الله میدن بهشون، برای اولین بار لقب آیت الله رو بینامیدن. بعد سقط الاسلام و حجت الاسلام، این رده ها رو اونجا میسازن انگلیس ها و میدن به اینها. پس این روحانیت هم کلن ساخت و پرداخت استعمار. حالا باید به این روحانیت پول بده، حوزه است باید بسازه، حوزه های ایران و عراق، حوزه های ایران میسازه، ولی پول کی میده؟ یه فاحشه خونه داره، یه خانم شیعه است در هند در کشمیر، یه فاحشه خونه داره، بیگم خانم. این خانمی که فاحشه خونه داره یعنی رقاصی و مشروب خوری و کاباره، ولی خانه است دیگه، خونه اون موقعی که میز و صندلی اینا تو خونه است، یعنی فاحشه خونه داره. این رو میگن که وقف کرده ثروتشو که وقتی مرد
بدن به تبلیغ تشیع بشه. این پول بیگم خانمی که یک کاباردار سرمایه‌دار بزرگ فاحشه خونه داری بوده، اشراط کرده داشته توی هند، هندم تحت استعمار انگلیس بوده، اینا میان این فاحشه خونه که زن میمیره پولا رو حوزه علمی را میسازن و آخوند پرورش میده. برای اینکه میگن خیلی از وقتی میمرده یارو میدن خطر نیست، چون خود انگلیسی رفته فارسی یاد میگرفته و میاد بالا مثلا این مسوا یزدی علی نه که گفته قبلا بده. حتی پدر آقای خمینی، پدر خمینی از انگلیسی بوده، برای که چشاش رنگی و فلان، که این پول، همین پول اینا رو برمی داشته از هند سوار شطور میکردیم برای میبرده به قم و عراق، اون موقع عراق بیشتر بوده و به حوزه میبوده، یعنی پیک بوده، پیام رسان بوده، پول رو میبرده. در مقطعی به شهر خمینی که میرسه، پدر بزرگ و اینا از سیکای هند هم بودن، به خاطر همین هم هست که خمینی میاد آرم سیکای هند رو میگه آرم جمهوری اسلامی ایران، ای آرم لا اله الا الله مزخرفات نیست. ما قبلا گفتیم حتی یه آیت الله هم ایران مصباح من فرستادم هندوستان، رفت تحقیق کرد، باش مصاحبه کردیم، مصاحبه هم شما چند صد هزار نفر دیدین، که رفت و آمد و گفت که این من رفتم تحقیق کردم، اجداد خمینی انگلیسی بودن و کارش همی بوده. بعد یکی از این سفرها که داره پول میبره به اونجا، تو شهر خمین عاشق دختر کت خدای خمین میشه، عاشق دختر کت خدای خمین میشه، پولا رو با اون نگه میداره اونجا حالش میکنه. وقتی حالش میکنه، زمان رضا شاه که میشه، انگلیس میگه آقای پول ما رو دزدیده، این تای تعقیب بده، ما تعویضش بدی. رضا شاه وقتی شاه میشه، پادشاهی دیگه، این میگه میخواد بره بگیرش که جریان پولا رو حل کنه و پشت میشه رو. بعد از همونجاست که خمینی کینه میگیره، پدرش دزدی کرده، انگلیس پول انگلیس رو اینجوری قضیه ایران. این پس روحانیت هم کلا اینجوری درست شده. و بعد از همونجا که بیگم خانم هم و با جد آقای خمینی دکونش بسته میشه، حالا کی باید حوزه هر پولیش بده؟ عربستان سعودی از صندوق اعراب میدن، اعراب هم که دیگه دارای نفت شدن و پول نفتشان خوبه و فلان، اینا رو میگن. انگلیس میگه آقا، حتی تو خود ایران آقای محمد همایون که حسین ارشاد رو ساخت، یکی ماشینالات اینا وارد میکرد از انگلیس، خب بخاطر یکی تکسی که بخواد بده فلان بده، میگن آقا تو ایران خرجش کن، بعد برای حج میخوای پول بدی تو ایران خرجش کن. عربستان سعودی این طوری بود که تمام حوزه های علمیه ایران که ساخت انگلیسه، بودجهش عربستان سعودی داده و میده تا الان. یعنی شما هر آفت الله، آیت الله، مزخرف قرازی که تو قم، مشهد، هر جا میبینید که حوزه علمی داره و حقوق میده به کار به او طلبایی که میان پیشش، این حقوق پول رو عربستان سعودی میده. از برای همینه که الان اینها زور میزنن که راه حج دوباره وا بشه، اینا میتونن حج حاجی ببرن اونجا، چون میلیاردها تومان در سال پولی که تو خود ایران رد بدل میشه و اینا. بر همین اساس هم هست که الان اینها در رابطه با جانشینی کسی که میخوان بزن برای خمینی، قبلا ما حساب کتاباشون شده، یارو میگن مرجع شده، آیت الله شده، آیت الله العظمى شده، یعنی چی؟ یعنی داره درس میده، میدونید که رسم اینه، یعنی بهتون بگم میدونید درس اینه که آخوندی که درس میده رسم اینه، آخوندی که درس میده با شاگرداش کنجا نشستن، دانشجویان دیگه، درس میدن دانشجویان، با اونا حقوق بده. من بچه بودم میدیدم زمان محمد رضا شاه، حتی این آخونده هر کدومشون با مای 5 تومن یکی مای 10 تومن به بچه طلبه حقوق میداد. اینا کجا میبردن؟ از این پول انگلیس، عربستان سعودی و الان عربستان سعودی. مثلا مشتبه هم اگه الان جایی درس میده، اینا یک سری شاگرده داره، حالا شاید 10-15 فرشون، چون ما ازش شاگرد که ندیدیم، شاگرد که ندیدیم. خب این پس چون انگلیس ساخته، چون بودجهش عربستان سعودی میده، روحانیت هر جورش باشه نوکر ایناست، و اون حرفایی که میان به شما میزنن و فلان، اونا چرت و پرته، اونا جنگای زرگری فاطمه سکینه است. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اون جنگا را بندازن که تو باورت بشه، اگه یارو بهم فحش ندن که تو باورت نمیشه، باید بهم یه فحش بدن. حالا از روزی هم که ما مطرح کردیم که این مشتبه خمینی رهبر شده، الان دیگه صف کشیدن در خانه ای که برن و چه کنن، برن و بایش بسازن. صف که میگن کشیدن، از احمدی نژاد که گرفته تا جواد ظریف تا خود روحانی
اینها صف کشیدن چون نه قدرت فلانه که یارو داره دیگه سپاه میپاینا صف کشیدن اینجور خودشون نگه دارن و بعد هم اینی که برنامه ها رو همین ها میبینن تمام این برنامه ها رو که میبینید چون میخوام در مورد آقای گلپان صحبت کنیم ما با آقای گلپا استکهلم بودیم یک سالی و کت خیلی قشنگی پشت ویترین دیدیم رفتیم دو تا از این کت خریدیم یکی آقای گلپا یکی بنده بعد اگه تو باشه خیلی برنامه من با این کت میرفتم یه روز که آقای گلپا تشریف بردن پاریس گفتن فلان میگفتن ها گفت این کته کو گفت اون کته گفت آره منم تری میپوشم جایی میرم رفته بودم یه جایی یا ترهیم کسی بود دیدیم سران رژیم اومدن سران رژیم بعد تا اومدن من تا من دیدم همه شونی که آقای کت این کته هم میگفتن خندیدن گفتم چیه کته من گفتن آقای کت که دو ساعت پیش تن سیاوش اوستا بود در پاریس حالا چطور تن توئه میگه خندیدیم آقای گلپان که ماشاءالله از ما داناتر دانشمندتر خندیدن رفتن این آقای گلپا در دو سه جلسه که ما سالهای متفاوت اینجا و متوالی پاریس در خدمتشون بودیم اینو میگفتن توی که یک بار این آقای مکس موسوی از سینماگر بزرگ ایرانی است که با هم در خدمتش بودیم وقتی اومد می‌خواست خداحافظی بکنه ما در درش گفت آقا گلفا چه حرفی زدن گفتم آره آره گفت کتر میگن گفت آره کد با هم مثل یک کد دارم دو تا کد دارم رفیق من یک کد گفت نه تو این ورش داری می‌بینی اون ورش رو ببین سیاه جلستا گفتم یعنی چه گفت بابا آقای گلفا چند بار تاکید کرد که این مجلس ترهیم یک شخصیتی بوده سران رژیم هم اونجا بوده سران رژیم بهش گفتن گفتم آره آره نفهمیدی گفتم نه چی گفتم یعنی سران رژیم برنامه تو رو میبینن که دو ساعت پیش دیده بودن که اونجا دو زهر ما جا افتاد و اونجا بود که فهمیدم آره و بعدم یکی از همین آدم های روحانی یک بار اومد خیلی جالبه اومده بود که دو مورد در اینو میگم بهتون برای ثبت در تاریخ بایستی بهتون بگم این فرد کسی است که وقتی روحانی نزدیک انتخابات بود اومد پاریس و به من گفت که فلانی اسرائیلی ها تو بهشون بگو ما خودشونیم این حزب اعتدال ما روحانی اینا همه ما خودشونیم ما بیایم سه تا خواسته اینا دارن سه تا خواسته دارن یکی هژمونی ایران در منطقه که ما الان نفوذ کردن اینا در سوریه و عراق و تا مرز اسرائیل رفتن دوم موشک های ایران هست که اینا ازش میترسن سوم اتم ما هر سه اینا رو حل میکنیم آباندون میکنیم به فرانسه و ول میکنیم گفتم تو داری میگی روحانی که میشه که نمیکنه آخوند داره نمیشه بشن گفت من به تو قول میدم این میکنه روحانی کارو گفته بگو هوای ما رو داشته باشن من این ستاره انجام میدم اون آقا هنوز زنده است با مهری از دان پاک و در یک جایی هست کسی که این رابط منم اون آقای شیمون پرز رئیس جمهور اسرائیل بود دوست نازنین من این خبر رو بهش دادم و انتخابات ایران انجام شد و وقتی انجام شد یک مدتی که گذاشته بود از اینکه دیگه حسن روحانی رئیس جمهور بود گفتن که هیچ خبر ازش نشد گفتم نه اقدامی نه کاری چی نشد که گفتم بابا آخونده هم من گفتم اینه دروگو هم فقط ما پیغام رو رسوندم آخوند میشه بهش اعتماد آخوند انگلیسی دروگوه اینا با عربان با عربستان سعودی هن عربستان سعودی میخواد همیشه دشمنی وجود داشته باشه اینا فوش هم که میدونم دروگیه علکیه اینا میخوان تو منطقه تنش باشه درگیری باشه اونا بتونن حدشون رو داشته باشن نفتشون داشته باشن اینا هم نوکرشون باشن گذشته که با هم بعد از همه اینها خود آقای شیمون پرز رسما اعلام کرد گفت که من چون ایشون هم مسئولیت داشته بود دیگه توی کنیسه و توی مملکت خودش را که آقا این یارو دروغگو در میده که نباید اعلام کرد گفت من حاضرم با رئیس جمهور ایران حسن روحانی هر جو خودش دلش خواست بیام ایران ملاقات کنم من به یارو رفیقی گفتم ببین نامردی کردین شما نامرد آخون نامرده که نشدم رفت حالا همین فرد میدونید که تمام سایت های اینترنتی سیاوش اوستا تو ایران ممنوعه بزنید avesta.net mehtivi.com هر چی بزنید ممنوعه باید با فیلتر شکن بریم تا از وقتا هم فیلتر شکن هم جواب نمیده بعضی یعنی از همون روزی که این مردی که روحانی شد رئیس جمهور سایت های ما که از قبل ممنوع بود یه چیزای دیگهش آزاد بود اصلا گفته اسم منو ممنوع کنه اسم سیاوش اوستا رو اینا اجازه ندادن تو رسانه های خودشون بیارن تا قبل می آوردن
خیلی زیاده. این هم همین یارو به من گفت، رفیقش چند از پیش به من گفت که فلان تو فلان حرفی که زدی و فلان رو همین جایی مشتبه بود. بعد گفت روحانی فلان، گفتم اگه روحانی برنامه رو میبینه، گفت راستشه بخواه یکی از وزیراش بهش زنگ میزنه تو خونه. هفته پیش براتون پخش کردم که آخونده که نماینده خامنه‌ایه میگفت تریاکی از تو خونه نمیر بیرون فلان، نه تریاکیه میگفت. هفته پیش وقت گفت یکی از وزرا بهش زنگ میزنه و یهو میبینه صدای تو داره میاد، تایم برنامه تو بوده پنجشنبه یا جمعه، تایم صدای برنامه تو میمده. اون میگه آقا چی گفتی؟ سب کن سب کن سب کن. میره تلویزیون خاموش میکنه، حتی تلویزیون خاموش میکنه، میگه آقای روحانی تو سیاوش عربستان گوش میکنی؟ به ما میگه سانسورش کنیم، سایتاشو ببندیم تو ایران، تو خودت سیاوش عربستان گوش میکنی؟ گفت نه نه سیاوش عربستان نبوده چیزی، گفت بابا صدا بود الان تایم برنامه مونه. این نشونی رو یارو به من داد که ثابت بشه این سخنی که میخواد بگه که نرفتن پشت در خونه مشتبه خامنه ای صف کشیدن که همه شون آقا ما میخواد رئیس جمهور بشیم. حالا روحانی که نمیتونه بشه، باید یکی را تو حزبش بکنه، اون جواد ظریفه. الان هم من اینطور که شنیدم اینا به جواد ظریف بیشتر رضایت دادن تا جهانگیری. خیلی یا فیگوان احمدی نژاد میخواد بشه، یا زرقامی نگاره بشه، یا حسن خمینی، حسن خمینی نوه خمینی را میخوان نامزدش کنن، یعنی میخوان این سری نامزده جور بریزن تا توی اینا این مجبور شه به همین جواد ظریف رای بده. چرا جواد ظریف بذارن بیاد بیرون؟ چون جواد ظریف کسیه که همین خواسته هایی که جهان داشت در رابطه با جمهوری اسلامی رو روحانی عمل نکرد، مشتبه عمل کرد. چون مشتبه چندین سال داره ایران رو میگرده، باباش مرده و تازه رباتی هم که هست چند دقیقه است. من بارا هم گفتم باز هم میگم، آدم معتاد، آدمی که دستش قطع شده باید مرتب مواد بزنه تا بتونه وایسته تریاک مریاک اینا، اگر هم تازه خودش باشه که من معتقدم ربات با کامپیوتر کار میکنه، مثل ماشینای تسلا که با کامپیوتر کار میکنه، کامپیوتر آدم ها رو الان با کامپیوتر کار خواهد کرد، همه تو همین شما با کامپیوتر کار خواهید کرد، عصبانی میشید، خوشحال میشید، همه رایانه است. این دیگه رئیس بهداشت جهانی اعلام کرد که جهان امروز جهان رایانه است، دیجیتاله. حالا اینا رو قبلا رو ادامه دیگه پیاده کرد، از اینا بگذاریم. الان سال هاست داره مشتبه میگردونه رابط دولت با به اصطلاح خامنه ای جواد ظریف بوده توی مدت‌ها، هی جواد ظریفی که میره میاد، استعمار جواد ظریف میره آمریکا ور خط میره میده. اینها بود که همه این سه موردی که من به شما عرض میکنم عمل کرد مشتبه خمینی. تا حالا بیش از 5000 این ارتشیا و سپاهی ها میدونن بیان رسما اعلام کن، اعلام کردن. چرا اعلام کرد؟ یکیشون اعلام کرد اینها تا کنون بیش از 5000 حمله کردن به اینا، پایگاه موشکی اتمی و تسلیحات انبار کردن، زدن داغون کردن و بیش از چند هزار سپاهی و سپاهی که مؤثر بودن در نظر استراتژیک رو کشتن. حالا قاسم سلیمانی و اون مهندس و اون همدانی و اینا که ما بتون شده اینا که اینا جدا از اینا من قبل یک گالبه رو کشتن، هیچ انتقام هم نگرم. چون همه آنچه روحانی تعهد داد به من که اسرائیل کاری کنه که رئیس جمهور بشه عمل نکرد، و مشتبه خمینی خامنه ای مشتبه عملی کرده. پایگاه های اتمیشون رو زدن، پایگاه های موشکیشون رو زدن، چهار رو کشتن و و و عید والا مقام گفت منتظر پاسخ ها باشن، اما زمان و مکان و کیفیت عمل رو ما تعیین میکنیم. ولی 17000 نفر شهید دادیم، شهید ترور داریم، این حرکت نورانی متوقف. خب این قبل از اینکه رسما اعلامش بکن امتحان خودشو داده، چون امتحان خودشو داده غرب هم یا تونر غرب با ایران کلن ترجیح میده که یک نوکر اونجا باشه، که کسیش نوکر رو گوش بکنه براشون به وقت بهتره، مثل عربستان سعودی. و اینا همیشه با اسلام موافق هم بودن. اسلام رو من بهتون گفتم غرب روم ساخت برای نابودی اقتدار ایران. الان هم از همین اسلام و پولش به ویژه سعودی ها و دیگر کشور استفاده کرده و میکنن برای نابودی ایران. ببینید شما باورتون نمیشه، باورتون نمیشه که اتحاد ضد ایران تا چه حده. جدا از این که میدونه در اروپا بره تحقیق کنه ببینه چندین هزار معبد میترا رو
داغون کردن، منفجر کردن، از بین بردن یا جایگاه مذهبی خودشون کردن. چون اروپا خب اینا با هم متحدن، اتحادشون شما ببینین توی کلیسا میشه از اون گفت، توی مسجد میشه نیایش مسیحی کرد ابدا، ولی توی کلیسا اینا میذارن که اینا بیان از اون بگن. 100 سال هم مسیح کار میکنه. چرا؟ چون تو دستشون باشن و هستن. ببینید اینا تو کلیسا یارو نیایشش میکنه، موزیکش میزنه، پشت سرش میاد از اونش میگه، میره میشینه و یه کارش میکنه. هفته پیش هم اگر یادتون باشه ما در رابطه با اعتیاد صحبت کردیم، این که در ایران واقعا داره میکشه آدم ها رو، مملکت هم یه اعتیاد داره به ایران میکنه. واقعا یکی از رفقا من زنگ زده بود میگفت فلانی باورت نمیشه، کمتر جایی رو پیدا میکنی که معتاد نباشه، تریاک رو مجانی ریختن. حالا در ایران الان یه فیلم اومده روی صحنه به نام ستاره بازی، ولی من فکر می‌کنم با اون اسمی که از لاتینی دیدم بهتر بود اسم فیلم می‌ذاشتن بازی با ستاره‌ها. این فیلم یکی از هنرپیشه‌های مشهور ایرانی تبار در هالیوود، ایرانی آمریکایی بازی می‌کنه و برای نخستین باریه که در ایران فیلمی ازش نشون داده میشه و با ایران بازی می‌کنه به نام مارشال منش. آقای مارشال منش رفیق نازنین بنده، اکثر شما میشناسین و دوستش دارین، در امریکا عجب شهرتی داره. من هر موقع رفتم امریکا با ماشا رفتیم توی فروشگاهی جایی، هر جا رفتیم ایرانی جای خود داره، امریکایی ها آدم های مارشال هاو آر یو کنی میتونی برای من یه امضا بدی مارشال، همه میشناسن چون فیلم های زیادی بازی کرده. الان هم شما میاد که میبینید اکثر میبینید پی میبرید که شما هم دیدینش. یعنی ما هم توی فرانسه که نشستیم هر از چندی شاید یکی دو هفته یه بار توی که از این فیلم های آمریکایی که تو فرانسه نشون داده میشه دیدیمش. حالا آقای علی سرتیپی تهیه کننده این ستاره بازی هستن و هاتف علی مرادی کارگردانیش کرده و همونطور که باز هفته پیش آقای اصلانی یکی از بازیکنان هست، ملیسا خانم بازیگر دیگه این هست، در کانادا فیلم برداری کردن ولی قصه تو آمریکا انگاری میگرده و در رابطه با اعتیاد هست. ما فیلم ندیدم، سناریوش هم همه جا نخوندم، چندم در رابطه اعتیاد. امیدوارم یه جور باشه که اعتیاد همونه که ما میگیم، یعنی مافیای مواد مخدر و فلان، هم جمهوری اسلامیه، یه خودشون هم گفتن. اصلا اول هم پیدا بود که جمهوری اسلامی از طریق افغانستان و جاهای دیگه و اینا مواد مخدر رو رسماً به خارج به غرب اروپا میفرستاد. حتی آقای صادق طباطبایی نامزد ریاست جمهوری شد، فامیل سید احمد خمینی بود، یعنی برادر زن ایشون است فاطمه خانم، برادرشون این صادق طباطبایی، اون سال روزای اول انقلاب سیاه و پلید در آلمان دستگیر کردن چون چمدونی که داشت میبرد تریاک بود، یعنی همین تریاکی که انگلیس به دستور انگلیس از روز اول جمهوری اسلامی پخش کرد همه تریاک کرد. حالا بریم و سری بزنیم به اکبر گلپایگانی، یه گفتگو خیلی قشنگ داریم باش گوش کنید. ضبط میکنم که پخش کنم. 1 2 3 استاد گلپا درود بر شما، شنیدم که تهران غلغله شده، مردم ریختن در خونه شما با اینکه کرونا بوده و این مشکلات، ولی عشق به شما موجب شد که بریزن اونجا و شادباش بگن و گلبارون کنم. ما فهمونی که از این کرونا اومدیم ولی دیشب غلغله بود، اصلا هم من روزن همه درد نشسته بودن. زنده با میگوستن سوال این کرونا خطرناکه، ما نمیتونیم. گفتن ما اینجا میشینیم تو سرما که شما ببینیم،
خیلی بابا مسئله این چیه؟ این یه فروش 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 آنه خوبه رو بزن بگه چی میخواد بگم؟ همین که فرمودی میخواییم تشکر رو سم بله بله تو من دوست دارم من هیچ چیز نمیخواد دارم این مردم همینه میخوام که مردم من دوست دارم من از اون تمیز میخواد بگرم به اون دنیا فقط خوشم بره عشق این مردم ببینید من این همه دور فلسفه دیگه تو فیلم ها همه حرفت دیگه اومدن در خونه من اومدن باشدن میگن ما میگم تو من میگم بابا این کرونا برای تو برای که ما نه سیاسی نه چیزی برای شکل مردم میکنی میگه خب بابا این کرونا یه مریضی سخته میگن نه این آقا مینامنده اینا واقعش که یا انسان های خیلی آل بردشکاره خوب هم منم بیانه چیزی دارم باشون خیلی خونس دارم باشون تو منزل من میان آقای خلامسان ایران آقاک برد آقاک فوتبال ایران عزت الله جعفره دیمسار آمود ما دیگه این بچه ها با اینا بزرگ شدن با تیم های مختلف خب اینا همه جمع میشن اصلا یک کورونا چه ما بخوام بیم تو رو ببین ما میریم دیگه ناکاریم کورونا میگیریم بگیریم با مردم هم بگیرن ما دوست داریم که ما اردو عشق دارم به مردم زنده باشیم ولی بسی خیلی ممنونم به همه عزیزان سلام بگیرم همه درود دارم خدمتتون بگیرم بیش از 3000 تا براتون پیام اومده از طرف مردم از سر تا سر دنیا از خود ایران گرفته تا امریکا، ژاپن، اروپا از اسرائیل، از مصر، از لبنان، از تاجیکستان از آذربایجان، از ارمنستان، از کردستان عراق بیش از 3000 تا پیام شادباش اومده آقای بارزانی هم که اومد پاریس اون سال بودین تو دفتر من با شما دیدار داشت رئیس جمهور کردستان خانواده تن براتون درود فرستادن یه درود خانوادگی و عزیزانمون در سر تا سر بیش از 3000 پیام براتون تا الان اومده های گلپای عزیز دست همه شون میبوسم و امیدوارم که اگر عمری باقی باشه ما بتونیم تلافی کنیم عاشق وطنمونیم میدونی این کلمه هیچ اون دستگاه هشتون که من درست کردم به نام هیچ و اون یادی که از آقای توکل کرد اینا اون آهنگ مهرشنگی اون چه اون رانت که دستگاه صحبت دلگاه رو گذاشت هیچ آدم صحبت کنه به به یه شعری میخورم من را بیه به چه چه بله میگه به خدا قرد کنم به خدا قرد کنم خست مگر سر تنم دیانی ندارم ذره خاک وطنم درود بر شما استاد درود 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 بر شما خیلی ممنونم امیدوارم که بچه ها خانومت همه خوب باشن به دوستان میام که یه ذره ما رو دوست دارن سلام من برسون بگو من دست بسته در اختیارتونم قربون شما قربون شما خیلی ممنونم I love you میبوسمتون پایدار و پاینده باشید گلی خانم رو درود دارم خیلی ممنون قربونت خیلی ممنونم سپاس گذارم بابوسه اون بهر بابوسه اون بهر قربونت خدا جناب مهندس امیر شجره مهندس امیر شجره درود فراوان برادر عزیزم سپاسگزار مهرت هستم خیلی درود برات دارم یعنی دوستان بسیاری از سر تا سر جهان من برای شما درود فرستادن شادباش گفتن و براتون تندرستی آرزو کردن من این رو برای همه ملت ایران آرزو میکنم تندرستی رو پیروزی رو بهروزی رو و ازتون پروانه میخوام تا برنامه دیگر همه شما را به اهورامزدا خداوند بزرگ دانا و توانا بسپارم بدرود خدا نگهدار سالنامه های 7000 ساله آریایی میترایی در پاریس منتشر و در سراسر جهان پخش می شود. این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان است. امیهن تو بیش از 7000 سال پیشینه تمدن داری. چرا گریز یک تازی از روستایی به روستای دیگر تاریخ تو باشد؟ تا
تازیان می توانند به تاریخ تازش خود و پیامبرشان به تمدن‌های دیگر بنازند. اما چرا تاریخ قارت و تفاول و ویرانی میهن و مردم تو روز شمار روزانه تو باشد؟ این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایران